سلام، با اولین قسمت رسمی سیباب تیوی و در 60 ثانیه در خدمت شما هستم. تکنولوژی جدید اپل مینی LED نام داره و قرار روی آیپد های جدید عرضه بشه. یک رقیب بسیار جدی برای نسل اولد ها که باید ببینیم چی عذاب در میاد. مینی LED ضخامت کمتری داره که قطعا کمک میکنه به زیبایی بیشتر آیپد، از طرفی داینامیک رنج بالاتر و روشنایی و ویدیو تصویر بهتر و کیفیت بالاتر میتونه کمک کنه که این آیپد یک محصول بسیار عجیب و غریب بشه. خبر بعدی در مورد عینک واقعیت افزوده اپل مجددن که اپل گلاسز نام داره و 2021 معرفی و 2022 قرار عرضه بشه، که یک حالت سنگین و کلا کاسکتی داره که کلا میبرتتون توی یه دنیای دیگه، یه حالت هم حالت سبک و عینکی داره که میتونه کمک کنه شما این تکنولوژی رو بیشتر ازش استفاده و لذت ببرید. امیدواریم که پلی استیشن هم بتونه یک واقعیت افزوده زیبا رو معرفی کنه. و اما بخش کامنت ها. سیامخیت در پست معرفی اپ آلارمی گفته که من فکر میکردم که از توش یه دست میاد بیرون میگه پاشو، شما این اپو بریز استفاده کن، پا نشدی خودم میام بالا سرت بلندت میکنم. مشتبه 66 M8 احتمالاً یه اسلحه هست آخر. در پست مقایسه عمل کرده دوباره گلکسی و آیفون برای ما کامنت گذاشته که مقایسه مسخره‌ای بود، آیفون نباید با این گوشی پلاستیکی ها مقایسه شه. کارل عرف عزیز بازم از سامسونگی ها معذرت میخوام. و در نهایت امید آندرلاین نجاتی گفته که خودتی. و اما ترین هفته با صفت مظلوم ترین برنامه تعلق میگیره به اپلیکیشن نوار. چرا مظلوم ترین؟ چون یک اپلیکیشن بسیار بسیار کامل، خفن و کاربردیه. از طرفی شما عزیزان توی این دوران با گوش دادن به کتاب میتونید لذت خیلی خیلی بیشتری از کتاب خوندن یا به قول خودمون شنیدن ببرید. کتاب‌های صوتی فوق‌العاده‌ای داره و در مقابل اپلیکیشن‌های دیگه اونقدر نتونسته با اسپانسرهای قوی خودش رو مطرح کنه. ما تصمیم گرفتیم این اپلیکیشن رو معرفی کنیم تا به عنوان یک اپلیکیشن مظلوم که دیده نشده شما عزیزان بشناسیدش، دانلودش کنید و از کتاب‌های صوتی اون لذت ببرید. بریم یه چرخی تو اپ بزنیم و ممنون که با ما همراهید. در نامربوط هفته میریم سراغ کریستوفر نولان هالیوودی عزیز دل من، که فیلم جدیدش تنت قوقایی به پا کرده. چند تا فکت راجبش بگیم که اول از همه کلن نولان گفته بود که این فیلمنامه رو با در نظر گرفتن شخصیت اول یعنی واشنگتن عزیز در نظر داشته، خودش اصلا بدون اینکه بخواد با کسی هماهنگ کنه. یه فکت دیگه راجب این فیلم اینه که مدیر اجرایی سینماهای آی مکس، اصلی‌ترین و بزرگترین سینماهای جهان، گفته که نولان یکی از مصرترین آدمایی که تا لحظه‌ای که سینماها باز نشده تصمیمی برای تعویض فیلمش واسه اکران دیجیتالی نداره و خیلی خیلی پافشاری میکنه روی اینکه این فیلم حتما باید توی پرده سینما به اجرا در بیاد. و یک نکته دیگه ای رو هم بگم که توی این فیلم شما یک هواپیمای فکر کنم بوئینگ احتمالش هست، البته من نپوش صحنه رو ببینید، که این هواپیما به طور کاملا واقعی منفجر شده و هیچ افکت سینمایی روی این هواپیما اجرا نشده.